با درود فراوان به شما نازنینان بینندگان این رسانه تصویری و همه فارسی زبانان ایرانیان در جای جای جهان پهناور برنامه امروز رو آغاز میکنیم و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما نازنینان داریم امروز با آنکه بیشتر تمرکز من بر محور خانواده است که واحد کوچک اجتماع است که اگر بتونیم خانواده را درست پرورش بدیم میتونیم جامعه خوب و سالمی داشته باشیم اتفاقی افتاد که خودم ملزم میدونم در اینجا برای اینکه جلوی اشتباهات ذهنی بسیاری از دوستان عزیزان میهمپرسان رو بگیرم توضیحاتی بدم ببینید تفاوت من با شما نازنینان اکثرتون در یک چیزه من وقتم رو صرف کردم و کتاب های مختلف رو زیر و رو کردم و به نتیجه مورد دلخواه هم رسیدم شما عزیزان آنچه که اطلاع دارید بیشتر از یک یا دوست یا ماکسیموم ده کتابه نه همه ها اکثریت رو میگم و شنیده هاتون و تبلیغاتی که شده بنابراین وقتی که من میخوام در مورد مسئله صحبت کنم چون تمام گذشته رو و ریشه ها رو مطالعه کردم و میدونم کجا به کجا وصله میتونم به راحتی به نتیجه ای که به واقعیت نزدیک برسم یکی از دوستان عزیز من که بسیار بسیار برام ارزنده استش و سالهای سال با هم دوستیم و من واقعا دوستی به این نزدیکی به خودم تالا تا ندیده بودم یک برنامه گذشته که دیده بود یک چند جمله برای من نوشته بود که رضا یا شاه رو انگلیس ها آوردن هر وقت هم خواستن گذاشتنشون کنار پس بنابراین اینا از انگلیس ها دستور می گرفتن و اینا هم خائن بودن ما وقتی میگیم خائن البته اینا صحبت هایشونه میگیم خائن خب همه خیانت کردن شما یه فرد رو به من نشون بده که در این مملکت خادم باشه من براش نوشتم عزیز من دوست من تاریخ و وقتی بخونیم و واقعیت هایی که نقش شده رو مورد توجه قرار بدیم به راحتی به واقعیت نزدیک میشیم و متوجه میشیم که کجای طرز تفکر ما ممکنه اشتباه باشه یاد حسین مکی افتادم حسین مکی که در مکتب آقای مصدق خائن بزرگ بسیار تا بسیار خدمت کرده بود ولی همین حسین مکی رو من به خاطر یک خصیصه جالبی که در نوشته هاش دیدم بهش احترام میذارم چرا واقعیت ها رو نوشته نیومده به خاطر خوشایند جمهوری مزمهل اسلامی یا خوشایند آقایانی که اصلا از انسانیت بویی نبردن مطالبی رو بیان کنه که خوشایند اونا باشن همون گونه که احمد کسروی در نوشته هاش به دلیل اینکه ایشون متاسفانه ماسون بوده و ماسون ها حق ندارن بسیاری از مسائل رو بازگو بکنن با و با جون خودشون بازی میکنن همونطور که احمد کسروی به خاطر اینکه یک مقدار از اون خط قرمز فرماسونرها پاشون ورتر گذاشته بود و قطر رسوندنش ولی واقعیت مینوشت وقای نگاری می کرد گهگاهی به طور زمنی آنالیز در نوشته های احمد کسروی می بینیم ولی اون آزادی رو نداشت که بتونه آن گونه که دلش میخواد با اون هوش سرشاری که داشت تمام مطالب رو بیان کنه بعد از احمد کسروی من اسماعیل رایی و حسین مکی رو دیدم در هاشون یه مقدار اون احترام قلم رو حفظ کردن و آنچه را که بیان کردن واقعیتی بوده که رخ داده علیرغم اینکه حسین مکی در جا جاهای خاصی خوشرخصی میکنه برای اینکه این جمهوری نکفتی یه وقت مزاحمش نشه رای نه همه چیز رو درست مینویسه یک مورد اشتباه داره و اون اشتباهی که در ارتباط با مصدق میکنه که میگه که مصدق اولش ماسون شد رفت تو انجمن آدمیت و بعد پشیمون شد اومد بیرون ببینید انگلستان برای شست سال بعدش برنامه ریزی میکنه اگر مصدق مارک ماسونری بر پیشانیش میموند همچنان خب امروز نمیتونستن برای یه عده ساده اندیش اونو قهرمان ملی بکنن پس بنابراین مصدق صد در صد در خدمت دولت بریتانیا بوده و مسائل مختلفی رو ما در همین برنامه هامون در رابطه با مصدق گفتیم باز هم واقعیت های بیشتری رو من دارم که میام در برنامه های آینده برای شما عزیزان بازگو میکنم اسمایل رایی فقط در این ارتباط اشتباه میکنه و فکر میکنه مثلا مصدق یک میهمپرست واقعیه و وقتی فهمیده ماسنری خوب نی جدا شده نه اون پشت پرده تعلیمات خاص خودشی گرفته اون کسیه که با فدایان اسلام در ارتباط بودش گفتم براتون دستور قتل سپه بود رزمارا توسط مصدق صادر شد معمولا کسانی که یه همچین اعمالی انجام میدهند برای اینکه یه اخ مورد اتحام قرار نگیرن محل وقوع جنایت رو از قبل ترک میکنن و مصدق هم روز قبل از اینکه رزمارا رو به قتل برسونن تهران رو ترک میکنه پس میبینیم این یک دلیل ساده است نمیشه بهش صد درصد اطمینان کرد ولی مسائل دیگه ای ارتباط با فدایان اسلام و خیلی مسائل دیگه ای که بنده در یکی از برنامه کاملا شهر دادم کاملا مشخص میکنه حال به حسین مکی که میرسیم حسین مکی میاد اون چی که رخ داده مینویسه مثلا وقتی در مجلس طرفداران مصدق وقتی رزمارا وارد میشه میکوبن رو دسته های صندلی مجلس و اونقدر محکم میکوبن و بر علیه رزمارا شعار میدن که دسته های صندلی مجلس میشکنه و خود مکی مینویسه به پول اون روز مثل که 600 تومان پول دادم برای تعبیر دسته های صندلی مجلس خب این واقعیت می نویسه می نویسه که ما اجازه ندادیم حتی رزمارا کابینه رو معرفی کنه چرا؟ واسه این که خسائل و خصائص رضاشاه کبیر رو در وجود یک همچین فردی دیده بودند و اگر او نخوص وزیر شده بود واقعیت این هستش که ایران شرایط بسیار بسیار متفاوتی داشت و پیشرفتش سرعت بسیار بسیار زیادی بود در زمان شاهنشاه یامر ولی خب متاسفانه این خائنین نذاشتند سپهبد رزمارا که یک میان پرست واقعی بود بر مسند وزارت بنشیند و کارهای مفید برای ایران انجام بده حسین مکی این واقعیت ها رو می نویسه در زم به واقعیت دیگه اشاره میکنه در ارتباط با روی کار آمدن رضا کبیر ایشون می نویسه رزاشا همراه یکی از دوستانش به نزدیکی دروازه غزوین رسیده بود وقتی به نزدیکی کافه رسیدند که از دور دیده میشد به دوست خود گفت تو اینجا بیس من یک کار کوچکی دارم بروم و انجام بدهم برمیگردم زیاد طول نخواهد کشید شخصی که به عنوان دوست آقای حسین مکی ازش نام میبره که همراه رزاشا بوده بعدها من اگر درست یادم باشه مثل که یکی از افراد خاندان خاجنوری بوده که این فرد منتظر میشه اونطور که حسین مکی می نویسه و رضا میره برای چی؟ برای ملاقات کسی در همون کافه نزدیک دروازه غزمین یه مدت زمانی که میگذره رضا دیر کرده بوده این آقا بلند میشه میگه برم ببینم این کجا رفته میاد به کافه که نزدیک میشه لای در کافه باز بوده و از اونجا میبینه که رزاشا با چند نفر انگلیسی که یکی از اونها هم آیرون بوده مشغول صحبت هستش این فرد برای اینکه رضا شاه سفارش کرده بوده همینجا منتظر بمون سریع برمیگرده و همون جایی که قبلا بوده میسته منتظر رضا بعد چند دقیقه رضا شاه میاد اون موقع هنوز شاه نشده بوده رضا بهش میگفتن رضا که میاد بر میگرده میگه که خیلی عوض میخوام این فلان فلان شده ها نمیدونن هنوز با کی طرف هستن فکر کردن پیش خودشون و این شخص ازش میپرسه راجع به چی صحبت میکنه میگه یه چی و مسئله رو سرپوشیده میذاره خب حال میایم بعد از این اتفاقات مسائل رو بررسی میکنیم حوادثی که رخ داد تا احمد رو خل کردند و بعد مجلس مؤسسانی تشکیل شد و رضا شاه رو رزاخان رو به عنوان رضا شاه معرفی کردن و و و این مسائل میگذره که اگر بخوایم براتون بگیم یک تاریخ مفصلی میشه به هر روی خب رضا شاه قدرت میشه مسند قدرت میشه و حامی او برای رسیدن به قدرت یه واقعیت غیر قابل انکاره کی بوده؟ انگلستان بوده انگلستان بوده ولی مسائل اتفاق میفته مثلا در خوزستان شیخ خزعل میخواسته که خوزستانو جدا کنه از ایران علا رقم این که انگلستان مخالف بوده رزاشان معتل نمی کنه این قائله شیخ خزالو سرکوب میکنه در خراسان هر جای ایران که هر مسئله اتفاق میفته ایشون علا رقم خواسته انگلیس عمل میکنه انگلستان بهش اختار میکنه که تو داری سر خود عمل میکنی اگه بخوای ادامه بدی نمیتونی در این مسند بمونی. اینجاست که هوش و قریه و استعداد رزاشا شکوفا میشه چه میکنه؟ خب در اون موقع اخبار میرسید از گوشه و کنار جهان و آمریکا یواش یواش به مردم دنیا شناسونده میشده رزاشا متوجه میشید که آمریکا تنها قدرتی هست که در مقابل انگلستان میتونه بیسته از این موقعیت استفاده میکنه و نامه ای به رئیس جمهور آمریکا مینویسه و از او طلب حمایت میکنه در مقابل فشارهای دولت بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا پاسخ به او میده که ما در کنار شما هستیم و نمیگذاریم شما رو صدمه می بزنن حال یک سوال اینجا مطرح میشه که این به یه مقدار تعمق و تعمل احتیاج داره خب اگر آمریکایی که رئیس جمهور آمریکایی که از رضا شاه پشتیبانیش رو اعلام میکنه چگونه میشه که وقتی متفقین به ایران میان آمریکا اجازه میده رضا رو از سلطنت خل کنن اگر تاریخ رو با دقت بخونیم انگلستان با یک موزیگری خاص و با یک حربه بسیار خطرناک به سوی خاندان پهلوی نشانگیری میکنه من اگر برای شما الان بگم که هیتلر دست نشانده دولت بریتانیا بود خیلی از شما میخواین براق بشین به من و آقا این حرفا چیه انگلستان هیتلر خودش رو خودش آورده بوده بله انگلستان هیتلر خودش رو خودش آورده بوده از خود هیتلر حمایت میکرده چرا؟ برای اینکه در آمریکا اونقدر طلا و معادن طلا جمع شده بود و انگلستان میخواست این طلاها رو هر طور شده از چنگ آمریکا دراره آمد چه کرد آمد یه لولو ساخت انگلستان در ساخت لولو برای آمریکا تبهر خاصی داره یک بار هیتلر رو ساخت به عنوان لولو یک بار دیگه کمونیست و سوسیالیست رو ساخت شوروی رو ساخت به عنوان لولو برای آمریکا و کارهایی که میکنه اینها رو تاریخ نوشته شده من اینها رو علاوه بر اینکه به ذهن خودم مراجعه میکنم میگردم جملاتی پیدا می کنم اسنادی پیدا می کنم که بر مبنای اون اسناد صحبت می کنم نه اینکه من بیام اینجا صحبتی بکنم به عنوان اینکه خوشایند بسیاری باشه تعجب بکنن که آقا هیتلر رو انگلستان پرورشش داده بله هیتلر رو انگلستان پرورشش داد همان گونه که خانواده روچیلد اگر دوست دارید برید کتاب هیچ کس جرأت ندارد آن را توطعه بخواند از گاری آلن نویسنده آمریکایی رو مطالعه بفرمایید خانواده روچیلد که خود یهودی و اصل بود و انگلیسی و یکی از ثروتمندترین های انگلستان بارها حوالجات عرضی برای هیتلر میفرسته تا همکیشان خودش رو در کوره های آدمسوزی آقای هیتلر توسط آیشمن خاکستر بکنه شما برای شناخت انگلستان که این چه ولد زنایی است که در طی قرون واقعا هیچ کشوری از دست این کشور و سیاستمدارانش آسایش نداشته برید بخونید خیلی هست مسائل ایجاد سازمان ملل حالا گفتیم براتون که اومد هیتلر رو را انداخت که چه بکنه شروع کنه به کشور از اون طرف کسانی رو توسط خود هیتلر فرستاد به ایران که بیان آموزش نظامی به افراد ارتش ایران بدن در زمان رزاشا یا کارهایی انجام بدن مثل ساخت راهن یا نمیدونم ساخت بیمارستان ساخت دادگستری این ابنیهی که ساخته شده در زمان به وسیله آلمانی ها ساخته شده مهندسین آلمانی ساخته شده و شما ببینید تمام این کارا رو کرد که چه بکنه هیتلری رو که به عنوان یک لولو که داره جهانخاری میکنه تمام کشورها رو فتح میکنه و میگیره و پیشرفت میکنه پس فردا به سراغ آمریکا خواهد آمد حالا وقتی به سراغ آمریکا بیاد این قدرت عظیم که تمام کشورها رو تونسته تسلیم خودش بکنه برای آمریکا مصیبت بزرگیه انگلستان همیشه دوست ظاهری و دشمن واقعی آمریکا برمیگرده رئیس جمهور آمریکا میگه که آقا اگر هیتلر همینطور پیشرفت کنه دیگه دنیا رو گرفته تنها راهش اینه که تمام اروپا متحد بشن در مقابل هیتلر بیستن خب متحد بشن آخ دولت های اروپایی متاسفانه وضع مالی خرابی دارن خب چه بکنیم شما بیاید به این دولت های اروپایی وام بدید اینها بتونن اسلحه تهیه کنن و در مقابل هیتلر بتونن مقاومت کنن کمپانی همینطوری به دولت های اروپایی اسلحه نمیدن پول میخوان آمریکا جیبش خالی میشه سرازیر میشه به تمام دولت های اروپایی وام میده و قرار میشه بعد از پایان جنگ این وام ها مسترد بشه بر حال تمام اسلحه های مستعمل در انبارهای کشورهای اروپایی توسط دولت های اروپایی خریداری میشه در جنگ مورد استفاده قرار میگیره و پل پیروزی ایران بوده که متفقین وارد ایران میشن خب اینجاست که فعالیت ها و خدمات آلمانی ها در ایران باید به رخ کشیده بشه به رئیس جمهور آمریکا میگن رزاشاه پشت پرده با آلمانی ها دست به یکی است ببینید که چقدر کارشناس کارشناس آلمانی در ایران مشغول فعالیت هستن و دارن چه میکنن پس فردا ایران با آلمان متحد میشه و پدر ما رو در میاره شما آقای رئیس جمهور آمریکا چگونه به این فرد اعتماد میکنی آه. اینجاست که رضاشاه در همون دوره هیچ تاریخ نویسی جرأت نوشتن نداشته از ترس انگلستان و اگر هم نوشته یا محوش کردن یا نوشته رو از بین بردن رضا اونقدر محبوب القلوب مردم بوده در اون دوره علا رقم تبلیغات کثیفی که بر علیه رضا کبیر میکنن که نه انگلستان نه آمریکا این جرأت رو به خودشون نمیدن که رضاشاه رو بردارن و حکومت پهلوی رو بالکل ساقط بکنن مگر آدم کم بوده که بتونم بکنم پادشاه ولی میبینن که مردم ممکنه پذیرانشن چون اینها دستگاه آماریشون نظرات مردم رو میسنجه و تمام مسائل رو در نظر میگیرن میان و میگن که بیایم شاه رو بر میداریم خلش میکنیم این که با آلمانیا ساخته پسرش دیگه نمی‌تونه با آلمانیا ارتباطی داشته باشه پسرش رو میذاری علت اینکه رضا شاه میره و محمد رضا شاه جانشین او میشه فقط و فقط محبوبیت شخص رضاشاه کبیر بوده در جامعه علا آنچه دروغ تاریخیه که نوشتن و رضاشاه سعی در آبادانی مملکت داشته اگر زمینی رو میدیده که افتاده و مورد استفاده قرار نمیگیره این زمین کشاورزی داره از بین میره و میشه از این استفاده کرد صاحبش رو صدا میکرده ازش خریداری میکرده و اونو آباد میکرده شروع میکرده به کشت در اونجا و سعی میکرده وابستگی ایران رو از نظر کشاورزی به کشورهای اروپایی چیکار کنه؟ کاهش بده و بر همین مبنا بوده که تونست این همه پیشرفت ایجاد کنه سرودی میشن میشنویم و باز میگردیم دنباله این مطالب رو در خدمتتون هستم و بیان خواهم کرد میدونم که در خدمت in, um, in ministry منستری heavy it is the cross. چقدر سخته چقدر درد داره و معمولا اگه خدمت رو درست میکنی با تمام وجودت و جانت رو زندگیت میکنی دلت میشکنه مثل که دل مسی شکست برای اورشلیم برای انسانیت دل مسی شکست برای همینه که وقتی ما میریم دنبال مسیح خادمین کسانی که فقط درا رو باز میکنن و از همه بیشتر این کسانی که اینجا نشستن الان و دور تا دور دنیا این کشیشان دلشون شکسته و نمیتونن هیچ چیزی بگن زیر بار خدمت خدا برکتشون میده خدا بچه رو برکت میده خدا زندگیشون رو برکت میده ولی دلشون شکسته و برای همین میخواستم بگم خدا شما رو دوست داره تک تک شما رو دوست داره و هر جا بری هر کاری که بکنی برای خداوند برای مردم روح القدس با شما میشه و هیچ وقت شما رو نمیذاره تنها و قوت خداوند در شما هست و در تاریکی نور مسیح با شما هست نه ترسین خداوند با شماست من فرصتی داشتم در زندگیم الان 26 سالمه که دختر یک کشیش بشم خیلی چیزا دیدم دیدم که بابا چقدر سخته چقدر خسته است و وقتی یه روز رفتم یه پارکی همیشه گیتار هم, با خودم میبرم که یه وقتی کوچیکی با خداوند داشته باشم شروع کردم فکر کردم درباره بابام اول شروع کردم برای خداوند نوشتن نوشتم برای خداوند احساس دوری میکردم از پدرم پدر آسمانیم بعد پدر جسمیم رو به یاد آوردم و شروع کردم نوشتن برای پدر جسمیم پس این سرود خیلی عزیزه برای من The verse is for my father in heaven The chorus is for my father here on earth So just to encourage him This song I dedicate to Pastor Edmund Sakisian, the son of the living God. <laughs> قلبم بدون تو شکسته روحم با درود مجدد خدمت شما عزیزان همان گونه که در ارتباط با مسئله جنگ جهانی دوم می گفتیم به هر روی رضا شاه رو خل می کنن و محمد رضا شاه میاد اینجا انگلیس ها باز قدرت خودشون رو به رخ محمد رضا شاه میکشن و مرتبا میخواستن محمد رضا شاه رو در چنگال خودشون داشته باشن قافل از این بودند که رزاشاه کبیر قبل از فوتش اونطور که تاریخ مینویسه محمد رضا شاه رو صدا میکنه و به او یک نصیحت میکنه و میگه که اگر میخوای راحت حکومت کنی از آمریکا غافل نشو و سعی کن همیشه حمایت دولت آمریکا رو داشته باشی که محمد رضا شاه هم و حتی خود رضا شاه نامه مینویسه و درخواست میکنه از رئیس جمهور آمریکا که فرزند منو مورد حمایت قرار بدید در مقابل دولت بریتانیا و الحق دولت آمریکا هم همیشه از محمد رضا شاه حمایت می‌کرده و نمیذاشته که محمد رضا شاه زیر نفوذ دولت بریتانیا بره و هر چه خاص انگلستان داره عمل بشه یه نگاه ساده خیلی ساده به مسائل نفس بیادازی در زمان شاهنشاه وقتی به مسئله نفت برمیخوریم و دقت میکنیم میبینیم آقای مصدق و دولت بریتانیا علم میکنه که چکار کنه؟ که خب ش به انگلستان انجام بده. چگونه خدمتی به انگلستان میتونه بکنه؟ در کویت اولا هر بشک نفت 5 سنت ارزونتر تر از ایران بوده. و یک کشتی نفتکش که میومده، بارگیری میکرده؟ خب. یه میلیون نمیگیم 500 هزار بشک نفتم که میبرده 500 هزار تا 5 سنت برای انگلستانی که از یک پنی نمیگذره خیلی بوده این از یک طرف از طرف دیگه مسئله مهمتری در نظر داشته قرار داده دارسی به پایان می رسیده انگلستان پالایشگاه آبادان و دایر کرده بوده و وقتی این قرار داد به پایان می رسیده انگلیسی ها مجبور به ترک تأسیسات نفتی بودن و باید تمام این تشکیلات نفت و تحویل دولت ایران می دادن. برای اونها مغروم به صرفه نبوده که این ماشین آلات تصفیه خانه آبادان کنده بشه رو دوششون بذارن وردارن ببرن انگلستان یه مش ماشین مستعمل و هرگز اونها میخواستن پول این تصفیه خانه ای آبادان رو زنده کنن خب چه کسی از مصدق بهتر با یک مشار میاد جلو نفت باید ملی بشه ما به انگلستان اجازه نمیدیم نفت ما رو اینطوری ببره خلاصه و و و و آقای مصدق رو علم میکنه اما یک اتفاق کوچک دیگر در کنار این مسئله رخ داده بوده حضور متفقین در ایران و خصوصا آمریکا آمریکایی ها متوجه میشن عجب خان گسترده ای در ایران هست آمریکایی ها دوز مثل انگلیس ها نیستن من نمیخوام بگم اینا واقعا تافته جدا بافته هستن ولی انگلستان واقعا دزده آمریکایی ها میگن ما از طریق تجارت با ایران منافع بسیاری خواهیم بود خب حالا که های مصدق نفت و ملی کرده و فلا اینا اینم که نوکر انگلیس اول باید اینو کله پا کنیم اینه که کله پا کردیم میایم سراغ نفت در 28 مرداد مصدق رو کل پا میکنن حالا مصدق در طول این دو سال و سه ماه و بیس روزی که رأس کار بوده و خدماتی که به انگلستان کرده بماند وقتی مصدق و کل پا میکنن حالا میگن که آقا این نفت رو بیایم از طریق کنسرسیوم با دولت ایران قرارداد ببندیم و خریداری کنیم قرارداد کنسرسیوم منعقد میشه که <تصفدق> <تصفح> این قرارداد تا سال 1979 که شاهنشاه از ایران رفت طبق توطعه مشترک جیمی کارتر انگلیسی و دولت بریتانیا این قرارداد مدت زمانش بود و در طول این سال ها می بینیم کمک های اصل چار و کمک های بلاعوضی که دولت آمریکا به ایران کرد توانست ایران رو از حالت یک روستا زدگی به یک حالت شهری دراره و از این حالت شهری به حالت کلان شهر و قابل مطرح شدن در جامعه جهانی نمودارش بسازه اینجا بودش که انگلستان ضربه شدیدی از آمریکا خورد چرا که دیگه نمیتونست به راحتی چپاول کنه مردم و در همون حالت ابتدایی با شلوار دبیت پاچه گشادی که از یک دهنش یک آدم میتونست بره از اون دهنه دیگرش در بیاد و کلاه نمدی شپش که از سر روی مردم بالا میرفت تراخم سالک و و که باید دوستان عزیز اینجا خادم رو بشناسند بیایند دوره قاجار رو با دوره رضاشاه مقایسه کنند و دانایی این مرد و فرزندش که از حمایت آمریکا برخوردار شدند نه اینکه از دولت آمریکا دستور بگیرند آمریکا نمی آمد یه انگلیسی رو بذاره در وزارت دارایی که حساب رو زیر و رو بکنه اگر 500 تا کشتی نفت کش اومده بارگیری کرده رفته بشه 120 تا و پول 120 تا رو در حسابهای مالیش منعکس بکنه و به قارت ایران مشغول باشه آمریکا میومد و طبق عرف بینانملدی آنچه را که میبرد بهاشو پرداخت میکرد ممکنه هر دعوای هر فروشنده و هر خریدار اینه که فروشنده میخواد جنسش گرون بفروشه خریدار میخواد ارزون بخره خب جر و بحثم با دولت ایران میکرد که آقا باید ارزونتر تر بدی ایران هم میگفت نه ما گرون میدیم به هر روی یک تجارت بود برای انگلستان یک قارت بود مسئله که مطرح کردم برای اینکه اون به اصطلاح فایل حسین مکی و آنچه را که نوشته ببندم حسین مکی خودش اقرار میکنه خاطراتش رو مینویسه وقتی به جنوب میره و ایشون از طرف مصدق به عنوان همه کاره شرکت نفت اونجا حضور پیدا میکنه ولی همون گونه که خدمت شما گفتم با اینکه دو میلیون بشک نفت موجود بودش در دوره مصدق حتی یک بشکش فروش نرفت کوچکترین فعالیتی برای اکتشاف نفت در مناطق دیگر رخ نداد هیچ گونه استخراجی انجام نشد اون که پیدا شده بود استخراجی انجام نشد هیچ گونه پالایشی صورت نگرفت و مملکت کاملا در دوره مصدق به فقر و فلاکت افتاد و ایشون که بودجه نداشت برای پرداخت حقوق کارمندان از آقای شمشیری که صاحب چلو کبابی شمشیری هستش کمک خواست و ایشون گفتند که همه معلمان خصوصا میتونن تشریف بیارن و حقوقشون از چلو کبابی شمشیری دریافت کنند که اینها تشکیل جبهه ملی را داده بودند ولی من در کتاب ایران را کردن چپو در جلد اول به همین مسئله اشاره کردم ماها همه انسانی بنده اگر یک زمینی خریدم صد هزار تومن و به علت تغییر شرایط اجتماعی در اون نزدیکی فرض بفرمایید یک کلیسا یک مدرسه یک کارخانه ایجاد شد در نزدیکی اون زمین خب قیمت صد هزار تومن زمین من یه دفعه ممکنه به یه میلیون تومن برسه این پولیه که اومده تحت شرایط اجتماعی ولی بنده میام یه چلو کبابی باز میکنم چلو کبابی باز میکنم سود من در هر پرس غذا چقدر واقعا حقوقی که به کارگرم میدم منصفانه است و و و از چه جاهایی میزنم تا ثروتمو انبوه بکنم الان در آمریکا چون نرخ آزاد هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه هر قیمتی دلش میخواد میتونه روی جنسش بذاره بستگی به بازار داره مشتری دوست داشت شما میری توی یه پمپ بنزین میبینی بنزین از گالونی سه و پ میری توی یه پمپ بنزین دیگه میبینی سه و 99. شما در نظر بگیرید با توجه به اینکه چند اتومبیل در روز میاد و حداقل فرض کنید مثلا 20 لیتر بنزین هم بزنه ببینید اون که 799 میده با اون که پ میده چقدر تفاوت دریافتی پولش خواهد بود خب اینجا میشه مثلا اون شخص یه پمپ رو در ظرف دو سال بیاد بکنه دو تا سه تا چهار تا یعنی آقا از طریق فروش چلو کباب که تمام حقوق معلمین نمیشه پرداخت کرد این برای من سواله. پشت پرده کی این پولا رو به آقای شمشیری داده که حقوق معلم رو پرداخت کنه جز دولت بریتانیا کسی دیگری پشت پرده نبوده اینجاست که ملت بایستی بفهمه توجه بکنه پیش خودش دو, دو تا چهارتا بکنه میگه چگونه است یک صاحب یک چلو کبابی قادره حقوق این همه معلم حقوق عقب افتاده این همه معلم رو پرداخت بکنه متاسفانه نمیخوایم اندیشه کنیم از کنار مسائل راحت میگذریم در طول تمام برنامه های گذشتم آن چرا که بر اون تاکید داشتم خردگرایی بوده و تعقل و اندیشیدن بر روی داستان در اینجا در رابطه با آقای حسین مکی و اینکه واقعیتی رو در ارتباط با شخص رضا شاه بیان کرده و جای جای هشت کتابیشون کتاب ایشون به نام کودتای 1299 واقعیت های بسیاری منکس هستش که یک دید موشکافانه میخواد که اینها رو بکشه بیرون و مثل پازل کنار هم بذاره و نتیجه بگیره من خوشبختانه فرصتی داشتم و این کار رو کردم و همون گونه که خدمت شما عزیزان گفتم فعلا سه جلد بیشتر کتابم چاپ نشد جلد چهارم به یک مشکل ادیت خورده که صفحات بالا میشه که موجب اطلاف وقت من شده الان چندین ماه من نتونستم این مشکل رو حل کنم که جلد چهارم حاضر فقط باید این مشکل برطرف بشه و چاپ بشه و بقیه جلد ها که شاید حدود چهار هزار صفحه تاریخ ایران تاریخی که آنالیز تاریخه نه اینکه بقای نگاری باشه گونه که گفتم اگر آقای حسین مکی می نویسه که رزاشا رفت و اومد و یه همچین اتفاقاتی افتاد من می گردم ریشه رو پیدا می کنم و ببینم نتایج این صحبتی که در اون کافه انجام شدهش چه اثری در تصمیم گیری های کبیر در آینده داشته و بدین ترتیب من مسائل رو بررسی کنم. به هر روی آلمان زاده خود انگلستان بود و پول ها تقسیم شد دادن وام ها رو دادن و بایستی بعد از جنگ این پول ها بر میگشت متاسفانه انگلستان اصلا و ابدا یک پنی پرداخت نکرد و بعد از او دیگر کشورهایی که حتی چند یک مقدار یکی دو ماه پرداخت کرده بودن یا یکی دو سال پرداخت کرده بودن انصراف خودشون رو اعلام کردن برنامه من در اینجا متاسفانه به پایان میرسه و بایستی با اینکه سخن بسیار هست بایستی از شما عزیزان خداحافظی کنم ولی در یاد داشته باشید تاریخ ایران مبین یک واقعیت است شاهنشاه یامر و رضاشاه کبیر هر دو خادم بودند و هر دو خدمت کردند و علا رقم تمام محدودیت ها آنها خدمت کردند جاوید شاه برقرار باد خاندان پهلوی خدا نگهدار